عملیاتی پلیسی در اطراف تهران. کاراگاهان با یک باند بزرگ راهزن مواجه. در این عملیات پیچیده راهزنان در منزل و در هنگام خواب به دام افتادند. افراد راهزن ابتدا منکر اعمال خشن و مجرمانه خود بودند. چاقو شما داشتی؟ چاقو شما داشتی؟ شما آقا شما رو با چی زدن؟ مال باخته. اما وقتی با مال باختگان مواجه شدن لب به اعتراف گشودن. پس 11 تن من برنج کجا بردن آقا؟ تو 11 تن چند تنش برای ماشین تو بود؟ التماس میکردیم زن بچه داریم ولمون کن. میگفتی ولت کنم. شیوه راهزنی از مال باختگان هم متفاوت بود. دو تا ماشین سواری میشدیم. ماشین جلوی یه نفر میشسته بغل تریل گرد میشد، مثلا میگفت بارت بازه. یا چادرت بازه، بارت داره میافته. یا مثلا این چیز میگفت بعد میرفت. راننده تریلی هم خب میومد بغل مثلا بارو نگاه کنه. میخی بسن. مثل این مال باخته که راهزنان ابتدا با ماشینش تصادف ساختگی میکردن، بعد هم بارش رو غارت میکردن. یه ها پیتی جلوم زیر پل زده مخصوص، گفتم ماشینت خورد به ماشین ما، وایستا. میگه من تا اومدم پایین از پشت یه نفر اومد سر من با دستمال بست. من انداختم پرشی ها، خودشون هم نشستن روم، بردم فیروز بهرام انداختم بیابون. این آقام عنوان میکرد شگرد افراد زورگیر با پرتاب سنگ به ماشینش بوده. نگاه کردم چیزی نبود، داشتم دستام میشستم از تان کرد، یه دفعه ما یه پژو نگمه دادیمون جلو ماشینم، یه دفعه ریختن رو با یه چیز سنگینی زد به بازوی راستم، چنان شد که اصلا نتونستم بلندش کنم. زورگیران بعد از غارت بار کامیونها آنها را به منازل و انبارها میبردن. کشف اموال مسروقه. برای دستگیری این راهزنان پلیس آگاهی کارهای اطلاعاتی دقیق و زبده‌ترین کاراگاهان خود را بهره گرفت. خودرویی که بیشتر عرض کردم آهن‌آلات بوده، لاستیک بوده، برنج بوده و لوازم آرایشی و موارد دیگر. و پلیس آگاهی برآورد میکنه که این سارقان حداقل در 15 استان دست به سرقت زدن و برآورد مالی هر بار سرقت هم بین 700 تا 900 میلیون تومان هست. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.